بینش و پرسش در امتداد خبر، بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتابیافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می کند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارش 3 ماهه از اوضاع افغانستان که در آن به موارد پیشرفت‌ها در بخش‌های امنیتی، همکاری منطقه‌ای و کمک‌های بشری در افغانستان پرداخته شده است را نشر کرد. مولوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گزارش 3 ماهه دبیر کل سازمان ملل متحد درباره افغانستان که در آن به دستاوردهای امارت اسلامی در بخش‌های امنیتی و موارد دیگر اشاره شده را خوشبینانه توصیف می‌کند. سخنگوی امارت اسلامی همچنان می‌گوید که هیچ چالشی در افغانستان در برابر امارت اسلامی وجود ندارد. با درود و سلام شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان به برنامه بینش و پرسش، با من ندیم افضلی خوش آمدید. سازمان ملل با توجه به گزارش هایی که از اوضاع افغانستان ارائه کرده است، آیا روابطش را با این کشور گسترش خواهد داد؟ روی این مورد بیشتر صحبت میکنم با محترم نقیب الله عمرخیل، آگاه سیاسی که از روی خط تلفن با ما وصل هستند. جناب عمرخیل صاحب، خیلی خوش آمدین به برنامه. نخستین پرسش این که نشر گزارش 3 ماهه سازمان ملل متحد از اوضاع افغانستان را که به پیشرفت‌های امارت اسلامی در او اشاره شده، شما چی گونه یافتین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت شنوندای عزیز برنامه شما و دستندرکاران بخش تخنیک. خب ببینین، حکومت امارت اسلامی افغانستان یک حکومتی هست که همیشه در تلاش ازی بوده که از هر لحاظ که باشه افغانستان را بتانن به جامعه بین المللی و شرکای بین المللی و همچنان کشورهای منطقه و فرامنطقه حدی اقل بتانند که مساویانه کار بکنند. در این بخش که امروز ما شما دیدیم که گزارش 3 ماهه‌ای را که سازمان ملل از وضعیت افغانستان اعلان کردن، بسیار یک خوشبینی خوبی بوده و از این حکومت امارت اسلامی افغانستان هم استقبال کردن و قابل قدر استی که حدی اقل سازمان ملل به این پای بردن که افغانستان در تلاش ازی است که تمام مشکلاتی که در افغانستان وجود داشت، اگر واقعیت بود یا نبود، و سازمان ملل و همچنان کشورهای منطقه و فرامنطقه به خصوص کشورهای غربی از این نگاه تشویش داشتن. امروز حداقل یکی از بخش‌های سازمان ملل شما در جریان هستین، یا میتر برتان بگویم که سازمان ملل این گزارش به نشر رسان و تمام کشورهای منطقه و فرامنطقه به خصوص کشورهای غربی باید از این الگو بگیرن و متوجه ازی باشن که افغانستان و افغانستان 2-3 سال پیش نیست. افغانستان یا حکومت 2-3 سال پیش نیست که امروز حکومت امارت اسلامی افغانستان در افغانستان به قدرت رسیدن. بله. تمام تلاش های حکومت امارت اسلامی افغانستان همی بوده که همیشه وقت توجهشان سر سیاست افغانستان، اقتصاد افغانستان و همچنان امنیت افغانستان که بسیار بر مردم افغانستان و جامعه جهانی بسیار مهم و ارزنده است و امروز سازمان ملل این گزارش نشر کردن. بله. و با واقعیت هم ما باید از این چشم پوشی نکنیم که حکومت امارت اسلامی افغانستان، مقامات حکومت امارت اسلامی افغانستان همیشه در تلاش از این بودن که تمام مسائلی که در یک کشور وجود داشته و می داشته باشه اینا خود به مو آراسته بسازن. بله. اما سازمان ملل و کشورها همیشه با افغانستان یک سیاست دوگانه بازی کردن. این امکان ازی بود که امیر میتانستان 1 سال پیش همین موضوع را یادآوری بکنن، چون به چشم سر خود سازمان ملل نماینده یک تمام کشورها در افغانستان می آین و دید و بازدید میکنن، اما متاسفانه که یا هیچ وقت همین واقعیت ها را انعکاس نمی دادن. خوشبختی دیگه است که امروز هم سر وقت است که سازمان ملل خواستن که همون تمام واقعیت ها را روی واقعیت های گزارش نشر بکنن و باید سازمان ملل به این گزارش که اینا نشر کردن، باید تمام کشورها یک پلان منسجم و منظمی در برابر مردم افغانستان، حکومت افغانستان داشته باشه که افغانستان دیگه به رسمیت بشناسن. بس از همه قدر
ظلم و ستمی که بالای مردم افغانستان در دو سال یا دو نیم سال گذشته صورت گرفت. باید سازمان ملل همراه تمام کشورها به خصوص شارکهای خود که در عضویت سازمان ملل دارند باید صحبت بکنند و حد یاجل حکومت امارت اسلامی افغانستان به رسمیت بشناسند تا بتانند حکومت امارت اسلامی افغانستان از این هم مزدر خرازی بیشتر هم مزدر خدمت به هموطنان عزیز ما در افغانستان شوند و در چی در داخل هستند چی در خارج و همچنان همون دلخورگی که سازمان ملل و کشورهای منطقه و فرامنطقه در باره هر مشکلات دارن او هم برطرف شود. بله. و این خلاصه برتان بگویم این گزارش نشاندهنده از این است که افغانستان ما بیشتر حس کردم. بله. که حکومت دو سال یا پیش از این حکومت ها وجود داشت و حکومت نیست و تمام مقامات حکومت امارت اسلامی افغانستان هم دست و هم یک پارچه هستند و می خواهند که افغانستان به مشکل منظم و منسجمش باید از هر نگاه باید خودکفا باشه و بالاخره سازمان ملل هم برای واقعیت ها برگشتن و اینا از گذشته می فهمیدن که افغانستان در تمام عرصه ها در دو نیم سال پیشرفت داشتن، اما اینا واقعیت ها نمی گفتن. امروز خوشبختانه که واقعیت حینی جامعه افغانستان اینا برملا ساختن و تقاضای مردم افغانستان همی از کرد که آجل همراه شرکای خود سازمان ملل ببینه و افغانستان را به رسمیت بشناسند تا بتانه که حکومت افغانستان هزی هم بیشتر به مردم افغانستان و به سازمان ملل همکاری خود داشت. بله جناب امرخیل صاحب، با توجه به حرف هایی که شما گفتین و با اشاره به این گزارشی که سازمان ملل داشت، چقدر سازمان ملل به حقیقت اوضاع فعلی افغانستان نزدیک شده و چرا پیش از این چنین گزارشی را نشر نکرد؟ بعضی کشورها و بعضی کشورهایی هستند، حلقاتی هستند که در درون سازمان ملل هم کار میکنن و دستایی دارن و در افغانستان و در کشورهای خودشان علیه افغانستان. اما ما پیشتر حرف کردم که این سوال باید از سازمان ملل پرسیده شود که چرا شما در دو سال گذشته تمام عملکردهای حکومت امارت اسلامی را از نزدیک تحت بررسی قرار دادین، چرا میرد وقتتر اعلان نکردین یا نشر نکردین؟ این سوال باید از اونا شود. اما ما قدر گفته میدارم نیست یک ادبای افغانستان یا طبیعتی که دارم در افغانستان، الحمدلله از افغانستان هستم. من خوشبین به ای استم که امروز هم اینا به مو اشتباه خود پی بردن و خواستن که همی گزارش را به حقیقت وار یعنی هدف می است که بروی حقیقت اینا نشر بکنن. باز هم ما از سازمان ملل تشکری میکنیم به خاطر از ای که تانستن که ادیقل دمی آخر از دمی سال اینا همی گزارش را نشر کردن و خوشبختی به ای است که حکومت امارت اسلامی افغانستان و تمام کشورهایی را می فهمند که حکومت امارت اسلامی افغانستان واقعا هزار نگاه به افغانستان خدمت کردن و به جامعه بین المللی و همچنان به منطقه و فرامنطقه. شما در جریان هستین که همسایه ما و شما در مقابل مردم افغانستان چی کردن، اما حکومت امارت اسلامی افغانستان از صبر و حوصله کار گرفتن و تا امروز اونا نخواستن خود درگیر مسائل بیرونی بکنن. بنان سازمان ملل را به حقیقت پی بردن و این گزارش را نشر کردن و باید در برابر از این گزارش باید کار دیگه که سازمان ملل کار اساسی و بنیادی سازمان ملل است که باید با تمام کشورها صحبت بکنن تا افغانستان را به رسمیت بشناسن و دیگه این مشکلاتی که در افغانستان وجود داره ارتی آجل حزبین بره. و این من مطمئن هستم. بله. که امروز سازمان ملل این گزارش را نشر کرد به تمام کشورهای غربی و اروپایی و همچنان کشورهای منطقه و فرامنطقه یک گوشزد بسیار بزرگی است، یک مثال بسیار بزرگی است که یک نهاد ملی که در تمام کشورها میتونه که اونا کنترل خود داشته باشن، امروز اینا یک گزارش برای واقعیت ها نشر کردن و هیچ سوالی به کشورهایی که میگن ما نمیخوایم افغانستان را به رسمیت بشناسیم بنابر دلایلی که میگفتن، امروزی سازمان همیشه برملا کردن و همین گزارش تمام جوابات از اونا را ارائه کرد. به امید از اینکه یک روز سازمان ملل بتانه که تمام کشورها را قناعت بده
و مردنگ حکومت افغانستان هم برسمیت بشه. بله جناب امرخیل صاحب، با توجه به گزارش سه ماهه سازمان ملل متحد که از اوضاع افغانستان ارائه کرد، آیا سازمان ملل رابطش با افغانستان را به نظر شما گسترش خواهد داد؟ بله شما ببینین، اگر هدف سازمان ملل هم تا جایی که فکر میکنم و مذکوری مهیره میگه که سازمان ملل میخواه که با این گزارش خود که واقعیت ها را برملا کرده بتانه که روابط سیاسی و دیپلماتیک خود با حکومت افغانستان هزی بیشتر بسازه. بله. و یک مسلم مردم افغانستان است و حکومت امارت اسلامی افغانستان است که سازمان های بین المللی با توجه با تمام عرفا و بگونگوهایی که کشورها در مقابل افغانستان دارن، اونا کنترل خود در افغانستان داشته باشن و گزارش هایی که نشر میکنن روی واقعیت استوار باشن. بنان سازمان ملل هم توجه شنی است که با مردم افغانستان، با حکومت امارت اسلامی افغانستان از یک سیاست خوب و عالی برخوردار باشه و در افغانستان بتانه که امو سیاست منظم و منسجم خود داشته باشه تا دلخورگیه که اونا دارن این برطرف شود. بله تشکر. و ایره من مطمئن هستم که تمام کشورها میخواین که روابط سیاسی با افغانستان خوبی داشته باشن. چرا؟ افغانستان از لحاظ جغرافیا و از لحاظ استراتژیک یک نقطه بسیار مهم و اساسی است به تمام کشورهای منطقه و فرا منطقه. بلی. و سازمان ملل هیچ وقت نمیخواهید از دست بده و کشورها را انشاءالله قناعت خواهد داد و می گزارش بر نظر من میتونه که بسیار رگوش کلید رگوشا بر حکومت امارت اسلامی افغانستان. بله بسیار زیاد تشکر جناب عمر خیل صاحب. شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان، بحث ما را پس از میان برنامه کوتاه ادامه میتیم. سلور دیرش 34 سلور دیرش سلور دیرش پروانه برنامه 34 گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. دا اوریدونکو او مسئولینو سره خبرې اترې در برنامه 34 څلور دیرش خبرونه. په څلور دیرش خبرونه کې رادیو صدای مردم، رادیو د خلکو غږ، رادیو صدای مردم، رادیو د خلکو غږ. برنامه رادیو صدای مردم ستاسو ورزنه و ستونزو ترسیدنه او دی حل لاری لطون که خبرونه رسیدگی با مشکلات شما در برنامه رادیو صدای مردم، رادیو دی خلکو غیر، رادیو صدای مردم، رادیو صدای مردم، رادیو دی خلکو غیر. مهم په خوتا کتنه د مودغه کاری سده کاریز باندې وبکه وته لیدې د مودغه باغونه سده دا ټول اوله وری ګلې په وسوره د افغانستان بانک د خبر پانی پر بنسټ دا په کندهار کې د هیواد د لوس ولایتونو د شهر نگاه به داغ ترین رویدادها. امارت اسلامی و مردم افغانستان از هر نشستی که مسائل افغانستان به نحوی ده بسیار خیلی آموزنده بود. گرچه همه علما کمکان مار دست و روغن است قرب خدا میکنه اگر تیمار گردیدن نگاه کتن بینش و پرسش در امتداد خبر، بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتابیافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکند. جناب مرخیل صاحب، شما از نقطه نظر ثبات منطقه‌ای افغانستان صحبت کردید و دبیر کل سازمان ملل متحد هم گفتند نقش امارت اسلامی و افغانستان به همکاری ثبات منطقه‌ای خیلی با ارزش است. چقدر نقش داره افغانستان در ثبات منطقه؟ خب ببینین، اگر در افغانستان ثبات نباشه و در جغرافیایی به نام افغانستان که وجود داره ثبات نباشه، برادری نباشه، مساوات نباشه، ایره مطمئن باشن جامعه بین المللی و کشورهای همسایه هم که اونا هم در ثبات و برابری نخواهد بودن. ببینین بله. ما کشورهای غربی داریم که بسیار از افغانستان فاصله دور دارن، ولی تشویش از ایره داشتن که های از افغانستان بالای ما
تاخت تاز صورت نگیره، خدای ناخواسته که همیشه وقت مقامات حکومت امارت اسلامی افغانستانی را به شدیدترین الفاظ رد کردن، محضرت که کردن، در مقابل از او برشان اطمینان هم دادن. همه اونا همو گپهای خود داشتن و امروز پی بردن به ای که واقعا حکومت امارت اسلامی حرفایی را که زدن در دمو قالب خود عیال ساختن. بنان افغانستان بسیار یک نقش مهم در ای اصلا بازی میکنه. چرا؟ که هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ نقطه نظر استراتژیک افغانستان در یک نقطه موقعیت داره که تمام کشورهای دنیا به افغانستان ضرورت داره، به خصوص کشورهای منطقه و فرامنطقه و همسایه‌های افغانستان است. بله. بنا سازمان ملل مکلفیتش این است که باید اوزار از نزدیک همه وقت تحت بررسی داشته باشه و کشورها را قناعت بتن که بتانن در افغانستان سرمایه گذاری بکنن و روابط دیپلماتیک منظم و منسجمی داشته باشن، که الحمدلله بعضی کشورهای موضوعات درک کردن. شما دیدین که سفیرای افغانستان رسما به او کشورها معرفی شد و نمایندای خاص از او کشورها آمد به افغانستان، سفیرای از او کشورها به افغانستان معرفی شد. همین سلسله ادامه داره و انشاءالله روز برسه که افغانستان هم مستقلانه، آزادانه، طوری که امروز حکومت امارت اسلامی افغانستان مستقلانه عمل میکنه در بخش سیاست داخلی و خارجی خودم با تمام کشورها مستقلانه عمل بکنه و تمام سفارتخانه های کشورها در افغانستان باز باشن. بله. و تمام سفارتخانه های افغانستان در کشورهای منطقه و فرامنطقه باز باشن و کار خدمات ایراد بکنن. بله. بنان نقش افغانستان در این که چقدر میتونه روابط خوب با کشورهای دیگر داشته باشه بسیار مهم و ارزنده است. من در یک نقطه بهتان گفتم، اگر افغانستان صلح و ثبات نداشته باشه، اگر افغانستان امنیت اقتصاد نداشته باشه، اگر افغانستان فرهنگ و فرهنگ عالی که مردمش میخواین نداشته باشه، هیچ وقت کشورهای دیگه میده متوجه باشین که از نویج آبشنهایی که من بهتان اشاره کردم آرام نخواهد بودن. بنان اونا باید توجهشانی باشه که با افغانستان، با حکومت افغانستان کمک بکنن تا بتانن که حکومت افغانستان تمام مشکلاتی را که و تشویشایی را که اونو کشورها دارن را برطرف بکنن و با امید امیر روز خواهد بودیم. بله، با توجه به حرفهایی که شما گفتین، امارت اسلامی در این مدت بیشتر از 2 سال چقدر تلاش برای تقویت روابطش با جهان به خصوص کشورهای منطقه انجام داده است؟ خب ببینین، حکومت امارت اسلامی بسیار یک حکومت بودن که حوصله بسیار گزاف به خرج دادن تا امروز و تا این لحظه که ما و شما صحبت میکنیم. حکومت امارت اسلامی هست تمام موضوعاتی که کشورها بالای افغانستان ادعا کردن و ادعا میکردن بسیار به حوصله مندی و پاسخ دادن و منتظر ازی بودن که تا اونا حقایق درک کنن و امروز هم ما و شما در جریان هستیم که همو کشورها حقایق در کردن که نمونه ازی شما ببینید سازمان ملل است که گزارش سیمایی خود نشد کردن و کشورها همیشه وقت و حکومت امارت اسلامی افغانستان از روزی که در افغانستان قدم خود ماندن و خواستن که قدرت به دست بگیرن، از اون روز مقامات حکومت امارت اسلامی افغانستان از طریق تریبون‌های داخلی و خارجی بر تمام کشورها اعلان کردن که ما میخواهیم که روابط نیک و حسنه داشته باشیم به تمام کشورها، با هیچ کشور خصومت و دشمنی نداریم، با هیچ کشوری نمیخواهیم که خصومت داشته باشه. اما کشورها نتانستن که امو روابط تقویت بکنن، بنابر این که بعض کشورهای مغرض و کشورهای وجود داشت که نمیخواستن در افغانستان صلح ستاسری امنیت باشه و اقتصاد خوب داشته باشه، بنان و کشورها دستاندازی نکردن و امروز ما و شما در جریان هستیم که ببینن که مهاجرین افغانستان فشار آوردن و میخواهند که مهاجرین افغانستان به شکل اجباری از کشورهای خود اخراج بکنن. اما خوشبختی در این است که مردم افغانستان و حکومت امارت اسلامی افغانستان با وجودی که امکانات کمی در اختیار داره باز هم به قناعت مهاجرین افغانستان رسیدگی کردن و اونا را قناعت دادن و در ضمن ازی حکومت امارت اسلامی افغانستان بارها صدا کرده سر شرکای بین المللی و همچنان سازمان ملل و کشورهای منطقه و فرامنطقه که ما ماده
صلح ستاسری و تقویت روابط دیپلماتیک با تمام کشورها هست. و امروزی به حقیقت میبینیم که ما و شما اندک مبدل شده و روز به روزی گسترش خواهد یافت و تمام کشورها به حکومت امارت اسلامی افغانستان لبیک خواهد کرد. بله، بسیار زیاد تشکر جناب عمر خیل صاحب. شما رابط امارت اسلامی را با کشورهای منطقه و جهان بیان کردین. با آن که در این بیشتر از دو سالی که امارت اسلامی حاکمیت را به دست گرفته به همه تعهداتی که در قبال جهان و منطقه داشته عملی کرده و از یک سو همواره کشورهای منطقه برای برسمیت شناسی امارت اسلامی میانجی میشن، باز هم به نظر شما چه مانعی صدرای برسمیت شناختن امارت اسلامی از سوی سازمان ملل متحد وجود داره؟ تمام کشورها و کشورهایی که بسیار از لحاظ اقتصاد و از لحاظ امنیت بسیار پیشرفته از باز هم در کشورهایشان مشکلاتی وجود داشته و وقت نا وقت مشکل به وجود آمده. افغانستان هم از جمله کشورهایی است که در 40 سال گذشته در افغانستان اینجا جنگ بود، صلح نبود، آبادی نبود، اقتصاد درست در افغانستان نبود، تعلیم و تربیت درست در افغانستان نبود، کشورهای اشغالگر آمده بودن افغانستان اشغال کرده بودن. خوشبختانه که این تمامش گلمش از افغانستان جمع شد و اینا رفتن طرف عمو کشورهای خود و افغانستان ترک کردن و مردم افغانستان فعلا در افغانستان به سربلندی زندگی میکنن. بله، اما سازمان ملل ما بیشتر حد کردم که هیچ کشوری از آری از مشکلات نیست. شاید حکومت امارت اسلامی هم بعضی مشکلاتی داشته باشند که مقامات حکومت امارت اسلامی افغانستان خواستار از این است که باید این تمامش کتگوری شوه و به اولویت قرار داده شوه و تمامی مشکلات ها حل شوه که دیگر سوالی هم به جامعه بین المللی باقی نمانه که جامعه بین المللی یا سازمان ملل سر ما انتقاد بکنه که شما این کار را نکرده. اما حکومت امارت اسلامی افغانستان شما در جریان هستند که تمام تلاش‌های خود را این حرفه کرده و میکنه و در حالت در جریان است که باید بکنه. متاسفانه که کشورهایی هستند که ما را نمیمانه که همون پلانهای خود را دیقل حکومت امارت اسلامی افغانستان تطبیق بکنه. وقتی که میخواین سر یک پلان استراتژیک و به خاطر مردم افغانستان کار بکنن، برای ما مشکل ساز میشه. کشورهای دیگه در سیاست داخلی افغانستان مداخله میکنن و شما میبینین که فشارهای سیاسی وارد میکنن. اما ایره مطمئن باشن که حکومت امارت اسلامی به حرف و فشارهای سیاسی از اینا تن نمیزه. به خاطر از اینکه حکومت امارت اسلامی ثابت ساخت که در 20 سال گذشته شکم گرسنه و پای برهنه اینا جهاد کردن در افغانستان آمدن ولی تن به کسی ندادن. و امروز هم بفهمن این کشورها که هر چقدر در زندازی بکنن میان کشور ما و کشورهای دیگر، یک روز اینا همی خودشان پشیمان خواهد شدن. و مثل که امروز سازمان ملل گزارش روی واقعیت ها نشر کرد و هم واقعیت ها را برملا بسازن. اما حکومت امارت اسلامی افغانستان هم بازم برطانیا دوری میکنه مشکلاتی که در افغانستان وجود داره و در توان حکومت امارت اسلامی افغانستان از باید هر چیاجل او را برطرف بکنند تا بتانند کشورها بخصوص سازمان ملل. امروز شما دیدیم که یک گزارش بسیار فوق‌العاده ای را نشر کرد که بتانند این همی قسم حکومت امارت اسلامی افغانستان بر رسمیت بشناسند. و انشاءالله امیدواری ما از الله متعال همی است که یک روز حکومت امارت اسلامی افغانستان بر رسمیت شناخته خواهد شد و هیچ کشور دیگر تاخت‌تاز بالای افغانستان نخواهد. تشکر جناب عمر خیل صاحب. به عنوان آخرین پرسش، از نظر شما آیا امیدواری ها وجود دارد که با درک حقیقت اوضاع افغانستان که سازمان ملل متحد داره، تحریم هایی که به افغانستان اقتصادی البته اعمال شده برطرف شود؟ بله، 100% امیدواری های وجود داره. آپشن های بسیار مهم وجود داره. یک آپشن شینمی گزارش سازمان ملل بود که شما دیدین که منتظر از این بودن که سازمان ملل که تحت کنترلش از افغانستان، نه تنها افغانستان، تمام کشورها، چون وظیفه از او است که باید از کشورها احوال پرسی و در جریان باشن که کشورها چی میکنن و چه قسم و چی مشکلات داره. امروز ببینید که سازمان ملل بسیار یک گزارش مهم و ارزنده را نشر کردن. ما و شما امید از این داریم ببینیم که کشورها در مقابل از این گزارش چی اکسل عمل نشان میتن و امیدواری میره که سازمان ملل هم این گزارش به شکل جدی تعقیب بکنه و به تمام کشورها شریک بکنه، با سران و کشورها شریک بکنن تا یک رای حل به خاطر به رسمیت شناختن حکومت امارت اسلامی افغانستان فراهم شود و حکومت امارت اسلامی
افغانستان به رسمیت شناخته شود. مردم افغانستان همیشه در 40 سال که جنگ هم بوده در افغانستان امیدواری داشتن و امروز یک روزی را دریافتن، یک حکومتی را دریافتن که حداقل صلح امنیت صدتاسری در 34 ولایت افغانستان وجود داره. ولی باز هم مردم افغانستان صبر و حوصله و بردباری دارن که حوصله بکنن تا که خداوند متعال خیر تمام ملت افغانستان را پیش بکنه، به خصوص حکومت امارت اسلامی افغانستان که شب و روز تلاش بکنن و امیدواری ها را زیاد بسازن به کشورها که افغانستان را به رسمیت بشناسن. امیدواری های زیاد وجود داره و ما الحمدلله در افغانستان 99% مسلمان ها زندگی میکنن. اینا تمامشان امیدش اولش به پروردگار است، دوم به حکومت امارت اسلامی تا مشکلاتی که سر رای حکومت امارت اسلامی است در چی آجل برطرف بکنن که کشورها افغانستان را به رسمیت بشن. بسیار زیاد تشکر از شما محترم نقیب الله مرخیل، آگاه مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. بخیر، عافیت باشین. تشکر از شما، وقت خوش، روز خوش، خدا بشت. وقتتان بخیر، خدا نگهدار. و تشکر از شما شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان که تا این لحظات برنامه بینش و پرسش را شنوا بدین. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا و به همتا امانت می‌سپارم. شب و روز خوش داشته باشین.